میانجیگری حسیب قوای مرکز میان عبدالحمید خراسانی و رئیس استیناف ولایت پنجشیر، هشدار احمد مسعود به حسیب قوای مرکز و عبدالحمید خراسانی، نفاقنامه حوزه جمهوریت دو تکه شد. با نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دلیبرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. میانجیگری حسیب قوای مرکز بین عبدالحمید خراسانی و رئیس استیناف ولایت پنجشیر و احمد مسعود هشدار داده است در صورت بستن راه و مزاحمت به مردم برخورد جدی صورت خواهد گرفت. در همین حال در یک خبرنامه 8 صبح می نویسد: نفاقنامه حوزه جمهوریت دو تکه شد. نامه وزیر خارجه آمریکا به سران حکومت مشارکتی افغانستان باعث دو دستگی و نفاق سیاسی در حوزه جمهوریت این کشور شده است. هرچند این دو دستگی و نفاق قبلا در پرده وجود داشت، اما با رسانه ای شدن این نامه از پرده بیرون زده است. جناح ارگ لحن آمرانه و تهدید آمیز نامه و طرح مورد اشاره آن برای روند صلح و آینده سیاسی افغانستان را خلاف توقع یافته است و از آن به شدت انتقاد دارد. جناح سپیدار اما نامه آنتونی بلینکن را واقع بینانه توصیف کرده و با تاکیدات آن موافق است. سیاستگران بیرون از حکومت تا کنون واکنش صریح و روشن در برابر نامه و طرح دولت انتقالی نشان ندادند. هرچند لبخند خفیف رضایت بر لبان بعضی از این چهره ها که نفع خود را در کنار رفتن غنی از قدرت میبینند دیده شده است. با این حال از سکوت این سیاستگران از جمله حامد کرزی نیز معنای غیر از رضایت از پیشنهادات تازه آمریکا استنباط نمی شود. فراتاب و بازخورد نامه آنتونی بلینکن و طرح دولت انتقالی در افغانستان بسیار گسترده بوده است. مردم عام تصور میکنند که آمریکایی ها این بار قضیه افغانستان را یک طرفه خواهند کرد و اشرف غنی ناگزیر است از قدرت کنار برود و به طرح دولت انتقالی تن بدهد. تصور مردم آن شخصیت های اصلی داستان در اتفاقات دو دهه اخیر در افغانستان خارجی ها بودند و بازیگران داخلی صرفا نقش شخصیت های فرعی را بر عهده داشتند. از این رو باور عمومی آن است که آینده سیاسی افغانستان این بار نیز تنها با اجماع و تصمیم قدرت های برتر جهانی و منطقه‌ای و کشورهای پرنفوذ همسایه تعیین خواهد شد. جناح ارگ که مخالف سرسخت نامه آنتونی بلینکن و طرح دولت انتقالی است، ظاهرا تصمیم به مقاومت در برابر این طرح گرفته است. اشرف غنی گفته است که نقشه راه حکومت او قانون اساسی نافذه است و تسلیم خواب و خیال ایالات متحده آمریکا نخواهد شد. امرالله صالح معاون اول او گفته است که پای این طرح ننگین امضا نمی کند. سرور دانش معاون دوم غنی دولت موقت انتقالی را به معنای بازگشت به نقطه صفر تفسیر کرده و آن را طرح برای فروپاشی نظام و از بین بردن دستاوردهای دو دهه اخیر توصیف کرده است. محمد محقق مشاور ارشد غنی در امور سیاسی و امنیتی نیز از لحن آمرانه نامه انتقاد و با دولت موقت مخالفت کرده است. حمدالله محب هم واکنش مشابه داشته است. جناح ارگ میگوید که با لغو و تعلیق قانون اساسی کنونی مخالف است. به گفته این جناح اگر قانون اساسی به تعدیل نیاز دارد، باید برای این کار در راهکارهای خود این قانون متوسل شود. همچنان جناح ارگ گفته است که اجازه انحلال نهادهای قانونی را نمیدهد. این در حالی است که طبق طرح دولت انتقالی صلح، دولت و طالبان به شمول دیگر طرف ها باید کار روی تدوین قانون اساسی تازه را آغاز و بر حسب توافق نهادهای مورد نیاز جدید از جمله شورای عالی فقه اسلامی را ایجاد کنند. طبق آن
جناح ارگ در واکنش به نامه وزیر خارجه آمریکا و طرح دولت انتقالی گفته است. این جناح با انتقال قدرت به حکومت جدید مخالف نیست. برای این کار اما پیشنهاد و راهکار نیز دارد. پیشنهاد جناح ارگ این است که گروه طالبان در قدم اول از فعالیت نظامی در برابر دولت دست بکشند و در قدم دوم با رسمیت خواندن دولت در آن مدغم شوند. جناح ارگ که قبلا گفته بود بدون قید و شرط با طالبان وارد مذاکره می شود، در این پیشنهاد خواستار تسلیمی طالبان است. راهکاری که جناح ارگ برای مشارکت طالبان در قدرت پیشنهاد کرده، برگزاری انتخابات زیر مدیریت جامعه جهانی است. این جناح گفته است که انتخابات یک اصل غیر قابل معامله است و قدرت را تنها به یک حکومت انتخابی انتقال خواهد داد. برای این منظور حاضر است روی انتخابات زودهنگام بحث و توافق کنند. عبدالله در رأس جناح سپیدار درست از موضع مقابل جناح ارگ سخن می‌زند. او نامه انتونی بلینکن را در منافات با واقعیت‌های افغانستان نمی‌بیند و در این حال از تأکید نامه بر استعجالیت حصول توافق صلح استقبال کرده است. عبدالله همچنان راهکار جناح ارگ برای انتقال قدرت و برگزاری انتخابات زودهنگام را غیر عملی می‌داند. بین جناح ارگ و سپیدار قبلا نیز روی چگونگی برخورد با گروه طالبان و صلح با این گروه اختلافاتی وجود داشت. از جمله زبان و ادبیات ارگ در برابر گروه طالبان بسیار تند و جنگ طلبانه بود. عبدالله بارها هشدار داده بود که استفاده از ادبیات جنگ روند صلح را اخلال و از پیشرفت آن جلوگیری می‌کند. اما با رسیدن نامه وزیر خارجه آمریکا و طرح دولت انتقالی به کابل، اختلافات این دو جناح وارد یک مرحله تازه و جدی‌تر شده است. سطح این اختلافات فعلا تا آنجا بلند است که ارگ و سپیدار را در دو موضع کاملا متضاد و مخالف هم قرار داده است. بدیهی‌ترین پیامدهای این اختلافات می تواند تعویق مذاکرات صلح، ادامه جنگ و تشدید خشونت ها و شروع فصل تازه از نابسامانی ها در کشور باشد. جناح ارگ به شدت نگران از دست دادن قدرت و فرصت استفاده از منابع و ثروت عام است. روشن است که در دولت انتقالی صلح جای برای غنی، صالح، دانش و محب نیست. آنها در نظام سیاسی پسا توافق صلح نیز منزوی خواهند بود. از این رو مخالفت آنها با دولت انتقالی قابل درک است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.